یک قرمه سبزی خوشمزه هم خواهیم درست کنیم. مواد لازمش هم خودمون میبینیم. خب یه دونه همسن. خب و یکم ماست. خب یه دیگ ماست. یک دیگ ماست. یه بشکه آب. یه بشکه آب. اینه مواد قرمه سبزی بچه هم. خب چپه نشه آبش از پیشه. یه هم سیر. سیر له شده. مواظب باش مامان. از دست نخواه زمین. اینا مواد قرمه سبزیه واقعا؟ قرمه سبزی از اسمش معلومه که توش سبزی داره، درسته؟ واسه این ماست چیه اینجا؟ ماست. دوستای عزیز سلام، امید که جور صحت مند و سرحال باشین. عزیزا الیاس فکر کرده که من خواهم قرمه سبزی درست کنم، ولی قرمه سبزی رو درست کردم برای شام، گذاشتم کنار. اینجا یک مقدار ماست گذاشتم، واسه مامان جان. اینجا یک مقدار ماست چکیده گذاشتم، آب و سیر. و قراره که به درخواست یک چند تا از عزیزا گفته بودن که طرز تهیه قروتی رو برای ما بذار. من دیگه طرز تهیه قروتی افغانستانی رو براتون می‌ذارم. قروتی های ایرانی که هست داخلش خیلی چیزا داره، مثل گردو و اینجور چیزا داره، ولی خب من خواستم که قروتی خودمون رو آماده کنم، مال مخصوص کشور خودمون. دیگه عزیزا اینجا یک مقدار ماست چکیده گرفتم که الان دوربین رو بیارم جلو که قشنگ مشخص شونه و دیده شونه. ماما همراه باشین عزیزا. بفرمید دیگه، ما با ما همراه باشید. با ما همراه باشید. لایک و سابسکرایب هم بکنید. سابس؟ سابسکرایب. آفرین. لایک و سابسکرایب هم بکنید عزیزا. بریم باقی قروتی افغانستانی خیلی خوشمزه آماده کنیم. اول از همه میبینید که من اینجا ماست چکیده گرفتم. ماست چکیده را میتونید که در داخلش کشک یا قروت هم اضافه کنید که ما قروت و کشک نداشتم. زیاد اضافه کردنش مهم نیستش بچه‌ها. ما همیشه با هم ماسچکیدر قروتی درست میکردیم از قدیم. ماسچکیدر یک مقدار رقیق میکنیم. رقیق یعنی آبکی ترش میکنیم. حالا الیاس میگه من میخوام کمکت کنم. میخوام این رو هم بزنم. بزن من یکم یکم اول آبش اضافه کنم. بهش یکم یکم آب اضافه میکنیم. زیاد از حدم آبکی نکنیم. من نیاز به همزن دارم الان الیاس جان. خب بزن هم بزن. خب بزن. یکم یکم آب اضافه میکنم، زیاد از حدم آبکی نمیکنم. میتونم بزنم؟ بس 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 بس، شما یک لازه سر کن. خب این دیر بزن، مستنتم کرد. زیاد خورده قلیزه. یکی تموم. یه دونه قاشق بهم بده جز. ماست یک مقدار آبکی میکنیم. زیاد آبکی هم نکنی، زیاد از حد غلیظ هم نباشه. بعد اینجا من دو تا دندانه سیر هم له کردم با همین آونگای سنگی. این سیر له شده رو هم بهش اضافه میکنیم. خوب هم میزنیم. خوب که هم زدین، حالا غلیظتش در همه حد اوکیه بچه ها. اگر زیاد از حد دیدین غلیظه، یک کوچولو آب اضافه کنید، بذارین روی حرارت، ولی نذارین که بجوشه. اگر بجوشه کاملا بریده بریده میشه و خراب میشه از پشتن. بذارین فقط داغ بشه. اینو میذاریم در کنارش. حالا پیاز داغش آماده میکنیم. خب از اینجا قروتی رو گذاشتم که روی حرارت کم فعلا گذاشتم تا پیازش آماده بشه. بعضی هستن روی قروتی خب مسکه یا کره می‌ریزن، ولی ما همیشه روغن ریختیم دیگه. روغن با پیاز داغ می‌ریزیم معمولا. حالا بازم میگم هر کس معلوم به او طبق دستوری که بلد هست و تا حالا استفاده کرده دیگه درست میکنن. ما معمولا اینجوری درست کردیم. راستش رو تلویزیون کم کردم. اول از همه پیاز داغش آماده میکنیم. خب از این هم از پیاز داغ ما، پیاز داغ آماده شد. حالا بریم برای یه جور کردن خود قروتی. هنوز داغ دارم، شور میدم که به یک اندازه رنگش قهوه‌ای بشه، زیرایش ممکنه در اثر داغی تیره تر شده و رویایش سفید بمانه. تا حرارت داره تا داغه و پخش پلا میکنم. خب
اینم از پیاز داغمون. خب اینجا حرارتم روشن کردیم و دو قمه جو شور میدیم. اگه خواستیم که خیلی طعم قروس بگیره و قروت دم دست نداشتیم، یک قاشق کشکم میتونید که استفاده کنید. من خب کشک اینا ایش دخانه آوردن هم کنم، چند وقت پیش آوردم که ویدیو آماده کنم، چون کشک قروت گفته خورد دیگه همه ایش را هیچی نذاشت که من بخوام داخل ازی بریزم، ولی با اون ماسکیده و سیر اینا هم که آماده کنید خیلی خوشمزه میشه. کشک برای اونای جالب نیست یاد مزهش که طعم گوسفند خوششون نمیاد، طعم گوسفندی رو در اصل خوششون نمیاد تو غذا باشه. و لازم هم نیست که ماست بجوشه عزیزا، فقط کافیه که داغ بشه. اگر بجوشه کلا بریده بریده میشه و خراب میشه از پیشتان. فقط در حد داغ کردن ماست بذاری رو حرارت باشه. خب عزیزا این از ماست ما گذاشتیم به نقطه جوش برسه ولی نجوشه. اگر بجوشه چیز میشه دیگه، بریده بریده میشه از پیشتان خراب میشه. می‌ریزیم روی نانایی که ریز کردیم، رویش پیاز داغ و نعنا اگر خواستین می‌تونین بریزین و نوشو جان کنیم. یه از پیاز داغمو که روش پیاز داغ می‌ریزیم، یک قروتی بسیار ساده ولی خوشمزه. اگر خواستین از روغنشم رویش بریزین. نعنا یا پودینه مگه خواستین از رویشی بریزین برای طعم و مزهشی. من نعنا نداشتم، این پودینه کوهیه دارم رویش میریزم، بوی خیلی خوش داره. این از قروتی ساده ما عزیزا در خانه آماده کنید، یه غذای فلفور یعنی سریع و خوشمزه و هوسی. دوستای عزیز این هم از قروتی خوشمزه ما. بعضی کسا هستن که حالا رویش به جای روغن و پیاز داغ کره رو داغ میکنن میرزن یا مسکر رو میکنن میرزن، دیگه به دل خودتون به ذائقه خودتون است. ما همین رقم آماده میکنیم دیگه، گفتم طرز تهیهش را براتون نشر کنم و در خانه آماده کنید، یه غذای هوسانه خیلی خوشمزه و راحت و سریع.